انوبین خبرها، اعتراض عفو بین الملل به عدم پاسخگویی در قبال مرگ دست کم 72 زندانی در ایران. فساد اقتصادی در ایران، حسن رعیت به 35 سال حبس محکوم شد. در پی تحولات افغانستان، اروپا به دنبال تقویت نظامی خود خواهد بود. کره شمالی دو موشک بالستیک به سوی دریای ژاپن شلیک کرد. با واکنش هیچ کس به دستگیری توماج صالحی، در نهایت کسی که باید سوراخ موش بخرد شمایید. همراهان گرامی سلام، به سرزمین مادری خوش آمدید. لطفاً پیش از تماشای ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و از کانال ما حمایت کنید. مشروع اخبار. اعتراض عفو بین الملل به عدم پاسخگویی در قبال مرگ دست کم 72 زندانی در ایران. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه 24 شهریور بیانیه مطبوعاتی تازه تحت عنوان ایران بی عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت، استمرار مسئولیت سازمان یافته مرتکبان شکنجه از مجازات منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که مقامات ایرانی در مورد دستکم 72 فردی که از ژانویه 2010 در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند پاسخی ندادند. عفو بین الملل تاکید می‌کند که بنابر گزارش‌های معتبر این مرگ‌ها در پی شکنجه یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور توسط ماموران رخ داده است. این بیانیه می افزاید از آن زمان تا کنون حتی یک نفر از مقامات یا ماموران به خاطر این مرگ ها مسئول دانسته نشده و این نشان دهنده ی سابقه دیرینه ی جمهوری اسلامی ایران در مسئول نگاه داشتن مرتکبان قتل از مجازات است. عفو بین الملل می افزاید تنها چند هفته پیش بود که فیلم های ویدیویی که از زندان بدنام ایوین فاش شد شواهد نگران کننده ای از ضرب و شتم، آزار جنسی و سایر بدرفتاری های زندانیان توسط مقامات زندان را به دست داد. اشاره این سازمان به گزارش های ویدیویی است که در هفته های گذشته توسط یک گروه سایبری موسوم به عدالت علی منتشر شد. بیانیه ی تازه عفو بین الملل ادامه می دهد که گزارش های دیروز در مورد مرگ یاسر منگوری در شرایط مشکوک بیشتر افشا می کند که چگونه فضای حاکم مسئولیت از مجازات نیروهای امنیتی را بیش از پیش تشجیع می کند تا حقوق زندانیان را بدون هیچ گونه ترس از عواقب یا پاسخگویی نقض کنند. عفو بین الملل نوشته است که با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در مورد عدم وجود مجراهای داخلی برای رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هم نظر است و یادآوری می کند که وی در تازه ترین گزارش خود در ماه ژوئیه از جامعه جهانی خواسته است که به نقش مهم خود در تضمین پاسخگویی عمل کند. عفو بین الملل به همراه 9 سازمان حقوق بشری دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین المللی رخ داده در ایران تأسیس کرده و بدین ترتیب زمینه برگزاری محاکمه‌های کیفری عادلانه را فراهم سازند. فساد اقتصادی در ایران، حسن رعیت به 35 سال حبس محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید که حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت به 35 سال زندان محکوم شده است. ذبیح الله خداییان روز چهارشنبه 24 شهریور در جمع خبرنگاران در تهران گفت که در این پرونده 20 نفر محکومیت یافتند و اتهامات آنها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات بود. حسن رعیت مرداد 98 بازداشت شد و به گفته سخنگوی قوه قضاییه به یک فقره حبس 25 سال، 3 فقره حبس 3 سال و 1 فقره حبس 1 سال جمعاً به 35 سال حبس محکوم شده است. حسن رعیت یک فعال مشهور حوزه آهن است و از او به عنوان دستیار بابک زنجانی نام برده می شود. او همچنین سابقه ی حضور در فعالیت های امنیتی و همچنین سرکوب معترضان سیاسی سال 88 را دارد. نام او به دلیل انتشار تصاویر حضورش در سرکوب اعتراض های سال 88 و همچنین تصاویرش با بابک زنجانی خبرساز شده بود. سال 88 تصویری از حسن میرکاظمی منتشر شد که او مسلح به کلت در سرکوب
معترضان به انتخابات پیش از ریاست جمهوری داشت. پیش از آن نیز تصاویری از حسن میرکاظمی در کنار بابک زنجانی در جت اختصاصی آقای زنجانی منتشر شده بود. بابک زنجانی نیز گفته بود که آقای رعیت از دوستان و تجار خوب است و در آن هواپیما با آن همسفر بوده است. به گفته یه سخنگوی قوه قضایی رعیت و همپرونده‌ای های او با اقدامات خود در نظام ارضی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام های کلانی را از برخی بانک ها گرفته بودند. در یک مورد 60 میلیون یورو از یکی از بانک ها وام گرفته بودند تا کالا وارد کنند، اما با جهل مدارک وانمود کردند که کالا وارد شده، حال آنکه کالایی وارد نشده بود. حسن رعیت سال 91 از سوی سایت باستاب به عنوان تاجر بسیجی معرفی شد و به گفته ی علیرضا زاکانی نماینده ی سابق مجلس رابطه ی نزدیکی با اکبر طبری و در پرونده ی بدهی 1500 میلیارد تومانی آقای میرکاظمی به بانک صادرات استان گلستان با خالت تبری رای به سود او صادر شده است. حسن رعیت همچنین روابط نزدیکی با قاضی منصوری داشت که در رومانی جان خود را از دست داد. در پی تحولات افغانستان، اروپا به دنبال تقویت نظامی خود خواهد بود. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با اعلام برگزاری یک نشست دفاعی اروپایی گفت که با سقوط دولت تحت حمایت آمریکا در افغانستان، اروپا از این پس به دنبال افزایش ظرفیت نظامی خود خواهد بود. وی در سخنرانی سالانه خود در مورد وضعیت اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا گفت زمان آن رسیده است که اروپا وارد مرحله بعدی شود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، فروپاشی سریع دولت افغانستان در پایان ماموریت 20 ساله ایالات متحده در افغانستان، بحث‌ها در بروکسل درباره برجسته کردن نقش اتحادیه اروپا را تشدید کرده است، اما بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا اعضای پیمان ناتو نیز هستند و برخی از این کشورها به ویژه کشورهای اروپای شرقی که بیشتر در معرض تهدیدات روسیه قرار دارند نمی‌خواهند روابط خود را با ایالات متحده تضعیف کنند. وی همچنین گفت مشاهده ی حوادث در افغانستان برای خانواده‌ها و دوستان سربازان جان باخته بسیار دردناک بود و ما باید در مورد چگونگی پایان ناگهانی این ماموریت تأمل کنیم. سوالات عمیقا نگران کننده‌ای وجود دارد که متحدان باید در ناتو به آن بپردازند. رئیس اتحادیه اروپا متعهد شد که این اتحادیه در کوتاه مدت 100 میلیون یورو دیگر به افغانستان کمک بشردوستانه کند. کره شمالی دو موشک بالستیک به سوی دریای ژاپن شلیک کرد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی از سواحل شرقی خود دو موشک بالستیک به سوی دریای ژاپن شلیک کرده. از ژاپن همین شلیک را تایید کرده و گفته که احتمالاً یک موشک بالستیک بوده است. نخست وزیر ژاپن این اقدام آن را غیر قابل قبول خوانده و گفته چنین کارهایی صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کند. این دومین آزمایش تسلیحاتی کره شمالی در یک هفته اخیر است. هنوز مشخص نیست که موشک‌های بالستیک به کجا شلیک شده و محدوده پرواز آنها چقدر بوده. فرمانده ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگوید که ارتش این کشور در همکاری نزدیک با آمریکا در آمادگی کامل به سر می‌برد. انجام آزمایش موشک‌های بالستیک مغایر با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف کنترل برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی به تصویب رسیدند. موشک‌های بالستیک کره شمالی می‌توانند به جز استفاده عادی جنگی کلاهک هسته‌ای نیز حمل کنند و بر اساس مسافتی که امکان طی کردن دارند در رده موشک‌های بالستیک قاره‌پیما یا ICBM قرار می‌گیرند. شورای امنیت سازمان ملل آزمایش موشک‌های کروز را برای کره شمالی ممنوع نکرده، اما موشک‌های بالستیک را تهدیدآمیز می‌داند زیرا ظرفیت حمله بار بیشتری داشته و سریع‌تر حرکت می‌کنند و مسافت‌های طولانی را طی می‌کنند. واکنش هیچ کس به دستگیری تومار صالحی. در نهایت کسی که باید سوراخ موش بخرد شمایید. هیچکس خواننده رپ با اشاره به تازه ترین ترانه توماچ به نام سوراخ موش بخر خطاب به کسانی که او را دستگیر کردند گفته در نهایت کسی که باید سوراخ موش بخرد شمایید. بسیاری دیگر به محتوای ترانه های توماچ اشاره کردند که موضوعاتش مشکلات و درد مردم است و گفتند او صدای مردم بود و حالا مردم باید صدای او باشند. توماچ صالحی در ترانه هایش به صراحت از وضعیت اجتماعی و فقر و سرکوب معترض در ایران انتقاد می کرد. به گفته خویشاوندان آقای صالحی، او در روز 21 شهریور پس از بازرسی محل زندگیش در اصفهان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است.